شما بیننده خبرها از حرات هرات هستید. یک نماینده هرات در مجلس نمایندگان ادعا می کند که برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت با مافیای مواد سوخت هم دست هستند. فرهاد مجیدی در گفتگو با آریانا نیوز می گوید این اعضای شورای ولایتی در تبانی با مافیای مواد سوخت از هر تنکر نفت و گاز بیکیفیت بین 50 تا 300 دلار آمریکایی باجگیری می کند. در همین حال شورای ولایتی هرات با رد این گفته ها دارد که اگر در این زمینه سندی باشد باید ارائه شود در غیر آن خود این عضو مجلس نمایندگان با مافیای سوخت هم دست است حسین نیکخا گزارش می داد. ورود مواد سوخت بیکیفیت به کشور و وجود حلقه های مافیایی در این بخش داد بسیاری ها را درآورده است روزانه ده ها مواد سوخت از بندرهای مرزی ترغوندی و اسلام قلعه وارد هرات می شود باورها بر این است که در واردات این تانکرهای مواد سوخت پولهای هنگفتی روانه جیب مافیا می شود. اکنون فرهاد مجیدی نماینده هرات در مجلس نمایندگان ادعا می کند که برخی از اعضای شورای ولایتی هرات با حلقه های مافیای مواد سوخت هم دست هستند. دو یا سه تن از وکیلای شورای ولایتی که در این بخش شریک هستند و حق خود از این بابت می گیرند. یعنی با استفاده از این وضعیت که اونا هم باج میگیرن و طبعا این پول تقسیم میشه و این سلسله هنوز هم ختم نشده و هر روز و هر شب با تاسف ادامه از سوی دیگر شورای ولایتی هرات با رد این گفته ها تاکید دارد که کمیته نظارت این شورا از ورود مواد نفتی و گاز بیکیفیت پیشگیری می کند و تا کنون چندین تانکر مواد نفت و گاز مایع بیکیفیت را در هماهنگی با نهادهای مسئول توقف داده است توریالای تاهری معاون این شورا میگوید در صورت موجود بودن اسناد معتبر در این زمینه نام این اعضای شورای ولایتی باید افشا گردد در غیر آن مشخص می شود که خود این عضو مجلس نمایندگان با مافیای مواد سوخت همکاری می کند بگوید که برای احمد یا محمود یا هر کس که است ما به خاطر جلوگیری از تل بیکیفیت ما پیسه ارائه کردم ما فکر کنم که از که خود از با مافیای تل بی دست دارند داخل شهر وارد میکنم وقتی که معول میشه به سارنگولی یا محاکم اونا از این عرصان هستند میخواهم که یک اداری که به صداقت درستی در ولایت هرات کار میکنه و بدنام بسست فرهاد مجیدی در گفتگو با آریانا نیوز ادعا میکند که این اعضای شورای ولایتی هرات در تبانی با مافیای مواد سوخت از بازرگان های بخش نفت و گاز باجگیری میکنند او تاکید دارد که اعضای شورای ولایتی از هر کار مواد نفت و گاز بیکیفیت بین 50 تا 300 دلار آمریکایی به زور پول گیرند و سپس این پول را در میان خود تقسیم می کنند. البته هر کدام سهمیه دارند 50 دلار 200 دلار 100 دلار با ترتیب تا کمپنی جو کم که تیل آشغال کسیفه که بیشتر به غیر وظایات مواد نفتی شباهت داره او را تایید کنند به نام های مختلف اطلای با کیفیت با نرم استاندارد که در مقابل رشوه می کند. معاون شورای ولایتی هرات تاکید دارد که فعالیت حلقه های مافیایی در بخش مواد سوخت بسیار گسترده است و آنها سوی مقام های بلند حکومت مرکزی و مشاوران رئیس جمهوری حمایت می شوند. این در حالی است که باشندگان هرات بارها نسبت به وارد شدن مواد نفت و گاز مایع بیکیفیت به این ولایت سخت اعتراض کرده و حکومت را به بیتوجهی در این زمینه متهم کردهاند.